سرخط مهمترین ها. نگرانی از افزایش تلفات ناشی از انفجار ماین های باقی مانده از جنگ در کشور. در 7 ماه پسین دست کم 301 کودک کشته و زخمی شدند. ما میخواستم مکتب رو مالی فعلا نمیتونم، مجبور هستم مسابقه بگیرم. خوشبینی امارت اسلامی بر مهار گروه داعش. متقی گفته این گروه نه برای افغانستان و نه هم از افغانستان برای کشورهای دیگره تهدید است. اوس په افغانستان کې د تیرو څلورو میاشتو نه داعش نه توانېدلې چې کومه حمله وکړي. ادامه انتقادها از بسته ماندن مکتبهای دخترانه در کشور. The Taliban to listen to the Afghan people in terms of... رینا امیری میگوید امارت اسلامی درگیر اختلافهای درونی شده و دستور رئیس جمهور پاکستان برای منحل شدن پارلمان و کابینه این کشور. وقتتان بخیر. بیننده مهمترین ها از یک هستید. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با نگرانی از افزایش تلفات ناشی از انفجار ماین های باقی مانده از جنگ گفته که در 7 ماه پسین دست کم 301 کودک کشته و زخمی شدند. یونیسف با نشر گزارش گفته که این شمار از کودکان در افغانستان در اثر انفجار ماین های باقی مانده از جنگ کشته و زخمی شدند. سهیلا یوسفی گزارش می‌دهد. رویا دختری که 13 سال سن دارد و نزدیک به 2 سال می شود که در اثر انفجار ماین های بجا مانده از جنگ کندوز یک پایش را از دست داده است. او که رویای رفتن به مکتب را در سر داشت، اکنون با قطع شدن پایش از رفتن به مکتب باز مانده. وی با یأس و ناامیدی تمام میگوید که حالا مثل گذشته نمیتواند راه برود و از دختران همسن و سالش هم میخواهد که به مهمات منفجر ناشدی بجا مانده از جنگ نزدیک نشوند. پایم گیاهوار شد دیگر را رفته سابق ندانستم، مجبور هستم چکست بگیرم. و میخواستم مکتب رو مالی فعلا نمیتانم، مجبور هستم مصاب بگیرم. پدر این کودک هم با ابراز نگرانی از امارت اسلامی انتظار دارد تا تمام ساحات مملو از مهمات منفجر نشده و ماین های بجا مانده از جنگ باید پاککاری شوند. موی میزون همی پاش همی گذشت جنگ شد، جنگ بود و تا اولا بود همی چیزی رسیدگی که ما نتونستیم، بیخی جنگ بود. یعنی چیزی کم قریب 2 سال میشه یعنی می جریان بود و بود خانه خراب شد، دیگه شد تا اولا در بدری شد، بود کابل آردم این های پار سالی که میزنم دینمی کمشکوی چمیلیون خوردن نیافتم. در همین حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با نگرانی از افزایش ناشی از انفجار ماین های باقی مانده از جنگ میگوید که در 7 ماه پسین دست کم 301 کودک کشته و زخمی شدند. یونیسف گفته که ممکن است آمار واقعی بیشتر از این باشد. با آمدن طالبان ساحاتی را که پست‌های نظامی و یا مفتای نظامی حکومت گذشته بودن باید تطهیر می شد، بعد از او در اونجا اجازه گشت و گذار داده می شد که متاسفانه این کار نشد و امی علت است که ما شاید چنین حوادث هستیم. آگاهان هم به این باورند که کودکان در معرض خطر مرگ ناشی از مهمات منفجر نشده قرار دارند. آنان خواهان عملی شدن اقدامهای پیشگیرانه از سوی دولت هستند. کودکان نه تنها قربانی انفجارات شدند بلکه در وظایف شاقه استخدام میگردد و دچار فقر است. امارت اسلامی افغانستان مکلف در تامین امنیت شهروندان بخصوص
کودکان است، باید در این راستا پلانهای تدابیر امنیتی به خاطر تامین امنیت کودکان روی دست داشته باشد. این در حال است که انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در منطقه‌های مختلف کشور همواره از کودکان قربانی گرفته است. با این همه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نیز به تازگی از کشته شدن 5 کودک به شمول 1 دختر در نتیجه انفجار 1 ماین در مارجی هلمند خبر داده است. سرپرست وزارت خارجه میگوید در کمتر از 8 ماه از حاکمیت امارت اسلامی در کشور فعالیت های شاخه خراسان گروه داعش را مهار کردند و اکنون این گروه تهدید برای افغانستان و دیگر کشورهای منطقه و جهان نخواهد بود. متقی در چین تاکید کرده که پس از این اجازه نخواهند داد افغانستان بار دیگر میدان رقابت کشورهای منطقه و جهان مبدل شود. او همچنان افزوده که دولت جدید افغانستان در پی ایجاد روابط نیک با کشورهای جهان است و تلاش میکنند که روابط را حفظ کنند. در حالی که کشورهای منطقه و جهان پس از تحولات اخیر در افغانستان همواره نگرانی های خود را از بهر تهدید گروه های تروریستی به ویژه داعش از خاک افغانستان مطرح کردند، اما سرپرست وزارت خارجه در چین گفته که پس از حاکمیت امارت اسلامی در کشور فعالیت گروه داعش در افغانستان مهار شده و دیگر این گروه نه برای افغانستان و نه هم از افغانستان برای کشورهای دیگر تهدید است. افغانستان که لبخانه امریکا و دیوهود متحدین و دی کابل اداره پا وقتی علت داعش هم پیدا سوی و او نور هم داسی چوکو چی گردوڑی رامسته کوله دی مو پر اتک سره مو داعش کنترول کو او سرحدات هم کنترول کو او اوس په افغانستان کې د تیرو څلورو میاشتو نه داعش نه توانیدلی چې کومه حمله وکړي. سرپرست وزارت خارجه همچنان می گوید که پس از پایان جنگ در کشور زمینه های خوب سرمایه گذاری در افغانستان ایجاد شده و از سرمایه گذاران داخلی و خارجی می خواهد که در افغانستان سرمایه گذاری نمایند. پس په افغانستان کې اقتصادي شرازی ته اقتصادي بیارغونې ته زمینه مساعده سوله. افغانستان به خدای کول د اقتصاد مرکزی افغانستان لاره به جنوبی و مرکزی آسیا یو بل سره وصل کیږي د ترانزیت مرکز وي. موږ غواړو چې افغانان په خپل کور کې دیني نه مصروف سي کار وکړي سرمایه گذاری وکړي. متقی همچنان تأکید کرده که دولت جدید افغانستان در پی بهبود روابط دیپلماتیک با کشورهای جهان است و اجازه نمی دهند که افغانستان به میدان رقابت قدرت‌های منطقه و جهان مبدل شود. افغانستان یو امن افغانستان ده او هغه ژمنه چې موږ له دنیا سره کړې ده چې افغانستان خاوره به د چا په ضد نه استعمالیږي په هماغه ژمنه باندې ولاړ یو. هیچ چا ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد استعمال کړي. این اظهارات متقی در حال صورت میگیرد که در دست کم 8 ماه گذشته نهادهای امنیتی در مرکز و ولایت ها خبرهای از سرکوب گروه داعش و بازداشت جنگجویان این گروه را خبر دادند. نماینده ی ویژه امریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان میگوید تا زمانی که امارت اسلامی به حقوق زنان و دختران به ویژه حق آموزش احترام نگذارند هیچگاه به رسمیت شناختن نخواهند شد و تحریم ها بر سر دولت جدید افغانستان همچنان ادامه خواهد داشت. رینا امیری همچنان گفته که امارت اسلامی بر سر بازگشایی مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم درگیر اختلاف های درونی شدند. در این حال امارت اسلامی هر گونه اختلاف های درونی را بر سر بازگشایی مکتب های دخترانه رد می کند. سهیلا یوسفی. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان بار دیگر از تصمیم امارت اسلامی مبنی بر بسته ماندن مکتب‌های دوره متوسطه و لیسه انتقاد می‌کند و هشدار می‌دهد تا زمانی که شرط‌های مطرح شده در این مورد از سوی امارت اسلامی عملی نشود، هیچگاه دولت جدید افغانستان به رسمیت شناخته نخواهد شد و تحریم‌ها بر امارت اسلامی همچنان پابرجا خواهد طالبان باید جایگاه خود را در بین مردم افغانستان پیدا کنند و رضایت مردم افغانستان را به دست بیاورند، اما کارهایی را که فعلا آنها انجام می دهند آنها را از هدفشان دور می سازد که به رسمیت شناختن آنها است.
اگر روی کرد طالبانی همچنان دوام پیدا کنه و هیچ گونه راه بدیلی یا توجیهی در نسبت عمومیت بخشی نظام تعلیمی و تحصیلی به تمام دختران افغانستان که به شکل عادلانه اولاد فقیر و غریب افغانستان در این نظام شامل باشه نمی بینم. این دیپلمات وزارت خارجه آمریکا همچنان میگوید که اعضای حکومت سرپرست امارات اسلامی بر سر بازگشایی مکتب‌های دوره متوسطه و لیسه دختران دچار اختلاف‌های درونی و دودستگی شدند. کسانی در میان طالبان درک می کنند که بازگشایی مکتب ها تصمیم درستی است، زیرا این تصمیم در راستای بقای سیاسیشان نیاز است، اما برخی دیگری از آنان با نگاه محدود به شرایط مانع از بازگشت تمام دختران به مکاتب شده است که به نظر من این یک تصمیم بی سابقه در میان کشورهای اسلامی است. با این حال توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان همچنان در توییت نگاشته که او با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در مورد خواست همه افغانها برای بازگشایی فوری مکتبها بروی دختران بالاتر از صنف ششم گفتگو کرده است. مردم افغانستان مشخصا زنای افغانستان و دانش آموزان افغانستان و معارف افغانستان را به گروگان گرفتن تا اینکه قدرت های بزرگ جامعه جهانی و سازمان های بین المللی را تحت فشار قرار بدن تا اینکه از قدرت های بزرگ منافع بیشتری به دست بیارن. در همین حال شمار از آموزگاران هم بسته ماندن مکتب های دخترانی بالاتر از صنف ششم را از سوی امارت اسلامی قناعت بخش نمی خوانند و خواهان بازگشایی بیدرنگ مکتب ها بروی همه دخترانند. متاسفانه یک دلیل موجه و دلیل قناعت بخشی که ما از طرف امارت اسلامی دریافت کرده باشیم که به چی دلیلی مکاتب اوناس ما که از صنف 7-12 هستند شروع نمیکنند یا اجازه آغازش نمیتند و فقط تنها بحث پوشش و لباس مسائل مطرح کردن که حالا بحث پوشش و لباس مشخصا میشه در ظرف 2 روز 3 روز برنامه ریزی شود. معارف بدون دخترها اصلا در این جامعه امکان نداره. اگر قرار باشه ما یک دکتر را معرفی کنیم برای آینده، یک انجینیر را معرفی بکنیم، یک استاد را معرفی بکنیم که حداقل طبقه اوناس قرار گفته دولت جدید درس بده، پس ما بدون طبقه اوناس و بدون معارف اوناس اصلا نمیتونیم. این در حال است که امارت اسلامی هر گونه اختلاف‌های درونی را بر سر بازگشایی مکتب‌های دخترانه رد می‌کند و تأکید دارد که تصمیم در مورد بازگشایی مکتب‌ها جزء از مسائل داخلی افغانستان است و نیاز به فشارهای بیرونی در مورد وجود ندارد. مسئولان امنیتی کابل از بازداشت 2 تن و شناسایی 1 تن دیگر در پی انفجار روز گذشته در سرای شاهزاده کابل خبر می‌دهند. مسئولان در اتحادیه سرتاسری صرافان اما ادعاها در پیوند به سرقت پول در جریان انفجار روز گذشته از سرای شاهزاده را رد می‌کنند و می‌گویند تا کنون شکایت رسمی در این زمینه به آنان نرسیده است. بشیر احمد شیرزاد با جزئیات بیشتر. بازداشت 2 تن در پیوند به انفجار روز گذشته در سرای شاهزاده کابل. مسئولان حوزه اول امنیتی کابل می گویند در پیوند به انفجار روز گذشته 3 تن شناسایی شده که 2 تن آنان را بازداشت کردند. مسئولان این حوزه همچنان تاکید دارند که تحقیقات از افراد بازداشت شده جریان دارد و تلاش دارند که عامل اصلی انفجار روز گذشته را به زودترین فرصت بازداشت کنند. یو 2 کسان مشکوک کسان نیول سوي دي لیغونه پښتنې روانې دي. یو کوم کس اصلي هدف د کوم کار سرته رسولی ده هغه پسې پلټنې روانې دي، د هغو شناسایی سوي ده. نو انشاءالله تعالی امید لرو په زر وخت کې به گرفتار سي. از روز گذشته به این سو گزارش های از سرقت پول پس از انفجار روز گذشته در سرای شاهزاده کابل وجود داشت، اما مسئولان اتحادیه سرتاسری صرافان میگویند تا کنون با چنین مورد روبرو نشدند و شکایت رسمی هم به آنان نرسیده است. د دکاندارانو نه د دستفروشانو نه ما هم اوریدلی دي چې دوی پیسې عمله کړي دي تللی دي، ولی تر اوسه پورې موږ ته یو دستفروش هم شکایت نه دی کړی، چا معلومات موږ ته نه دی راوړی چې د دوی پیسې دي چا ځینې ورکې عمله کړي وړي دي. سیه کابل شمار زخمیانه که به این بیمارستان انتقال یافته بود را 57 تن گفت. گواهان رویداد روز گذشته ما در مورد تلفات و زخمی های این رویداد چنین میگوید: دختر اوله رفته بودیم، اوله پیسه برادرم
طرف های می نو بجه ده بجه روز بود که داخل سرای بودیم. اول مثل یک پتاکلی ماره یک صدا کرد، بعد از اون بسیار انفجار چشد. باز گفتن که نارنجک بود، یک دو نارنجک از بالا پرتاب شده بود. 65 الا 70 نفر در بین یک نفر شهید داشتیم، دیگه قرمه که زخمی بودن. شماری از کسانی که نزدیکانشان در این حادثه زخم برداشتند از حکومت میخواهند تا جلو چنین رویدادها را بگیرند. از دیر از فتره که ما اینجا آمدیم به تعداد 62 نفر زخمی است و یک نفر شهید دمی انفجار سرای شاهزاده. از ما از خود ما بچه کوکای ما اینجا بستر از زخمی است. اینجا در انفجار مجروح شده، در این شفاخانه امرجنسی فعلا بستر است. از وقتی که آمده میگه متاول دیگه داخل خود ما از نزدیک ندیدیم شه. ماجلاوی این رویدادها را که امرا بگیره خوبتر میشه. وضعیت مردم هم بسیار خراب از دهی وقت کلیگه دهی فقر بیچارگی. بر بنیاد گفته های مسئولان امنیتی این انفجار ناشی از پرتاب یک بم دستی از سوی دزدان که قصد دزدی پول را داشتند صورت گرفته است. استر محکمه پاکستان دستور داده که هیئت 5 نفری حکم دیروز معاون پارلمان پاکستان را که روند رأی‌گیری سلب صلاحیت نخست وزیر پاکستان را به دلیل مداخله بیرونی به اعتبار اعلام کرد بررسی کنند. همزمان رئیس جمهور پاکستان در نامه از عمران خان و مخالفانش خواسته برای انتصاب نخست وزیر موقت با هم گفتگو کنند. بر بنیاد اعلام حکومت پاکستان، انتخابات پارلمانی پس از انحلال کابینه و پارلمان در سوم ماه جولای برگزار می شود و در دو هفته دیگر باید دولت موقت امور را در دست بگیرد. سهیلا یوسفی. پاکستان در پردگاه بحران سیاسی دیگر، بحرانی که نظیرش دیده نشده. عمران خان به نقض قانون اساسی از سوی مخالفانش متهم است. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان دستور منحل شدن پارلمان و کابینه را صادر کرد و خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شد. عمران خان اعلام کرد حکومت سه‌ماهه موقت ایجاد می شود و او تا گزینش نخست وزیر موقت در دو هفته آینده به کارش ادامه می دهد. به گفته عمران خان دولت موقت در 90 روز آینده امور را در دست خواهد داشت و در انتخابات سوم جولای مردم در مورد آینده سیاسی تصمیم خواهند گرفت. شورای امنیت ملی پاکستان واضح اعلام کرد که این یک سازش بیرونی در تبانی با سیاسون مخالف بود. اکنون تنها انتخابات می تواند آینده سیاسی را تعیین کند. رهبران سیاسی خشمگین که ظاهراً اتفاقات 24 ساعت گذشته را پیش بینی نکرده بودند و به گونه ناگهانی با آن روبرو شدند، شوکه شده و در استر محکمه را کوبیدند. آنها مخالف برگزاری انتخابات زود هنگام هستند. ما می خواهیم به گونه قانونی و جمهوری به طرف انتخابات برویم. اگر انتخابات غیر قانونی برگزار شود، اعتبار رأی‌گیری از طریق یک سیستم آزاد زیر پرسش خواهد رفت. بگذارید مردم به طور قانونی و به موقع به طرف انتخابات بروند. مخالفان سیاسی به این بسنده نکرده و بسیاری ها جمله رهبران مسلم لیگ نواز در اعتراض به تصمیم حکومت گفتند مجلس را ترک نمی کنند. ما منتظر می مانیم استر محکمه چه تصمیم می گیرد. به خشونت باور نداریم و نمی خواهیم چوکی را به زور بگیریم. شما دیروز دیدید که 173 نماینده برخلاف خان رای دادند. هیچ کس از قانون بالاتر نیست. هرچی قرار است در آینده انجام شود باید مطابق قانون باشد. آگاهان هم به این باورند که وضعیت پیش آمده بحران سیاسی در این کشور را تشدید خواهد کرد، آنچه به نفع تروریسم منطقه‌ای خواهد بود. پاکستان یک بار دیگر شاهد یک بحران سیاسی و قانونی عمیق شده. این امر وضعیت را که از قبل پیچیده بود پیچیده تر کرده. همه چیز به دلیل بی سرنوشتی سیاسی بدتر خواهد شد. هرچند از احتمال کودتا و سپردن قدرت به اردو نیز سخن گفته شده، اما اردوی پاکستان اعلام کرده که در مسائل سیاسی دخالت نمی کند.
با این حال سن محکمه پاکستان روز دوشنبه نشست درباره جنجال‌های سیاسی برگزار کرد و دستور داده که هیئت 5 نفری حکم دیروز معاون پارلمان پاکستان را که روند رایگیری سلب صلاحیت صدر اعظم را به دلیل مداخله بیرونی به اعتبار اعلام کرد به بررسی بگیرند. ادامه مهمترین ها و در مهمترین های ورزش امروز از برگزاری دیدارهای فوتبالی در 3 لیگ معتبر فوتبال خواهیم گفت. جزئیات بیشتر در این بسته. رقابت های هفته سوم فوتبال لالیگا اسپانیا شب گذشته با برگزاری 5 بازی پیگیری شد. در مهمترین بازی این شب بارسلونا در ورزشگاه خانگی خود با حساب 1-0 سیویا را شکست داد. آبی و اناری های بارسلون با این پیروزی 57 امتیازی شدند و رده دوم لیگ را در اختیار دارند. در سایر بازی ها اتلتیک بلباو 2-1 الچه را شکست داد، ریال بیتیس 4-1 برابر اوساسونو به برتری رسید و والنسیا با کادیز بدون گل مساوی کرد. در جدول رده‌بندی این لیگ ریال مادرید با 69 امتیاز در صدر قرار دارد. رقابت های هفته سیویاکوم لیگ برتر فوتبال انگلستان هم با برگزاری دو بازی پیگیری شد. در یکی از این بازی ها تاتنهام در یک بازی پرگل با حساب 5-1 نیوکاسل یونایتد را شکست داد. در دیگر بازی هم وست هام یونایتد با حساب 2-1 اورتون را از پیش رو برداشت. در یک بازی که در ادامه بازی های این هفته امشب برگزار خواهد شد، آرسنال کریستال پالاس را در پیش دارد. در جدول رده بندی این لیگ منچستر سیتی با 73 امتیاز در صدر قرار دارد. لیگ فوتبال بوندسلیگای آلمان با برگزاری دو بازی پیگیری شد. در یکی از این بازی ها آگزبورگ با 3 گل ولفسبورگ را شکست داد. در دیگر بازی بورسیا مونشن گلادباخ 1-1 با ماینز مساوی کرد. در جدول رده‌بندی این لیگ بایر مونیخ با 66 امتیاز در صدر قرار دارد و بورسیا دورتموند با 57 امتیاز رده دوم لیگ را در اختیار دارد. آل هم از وضعیت آب و هوای فردای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان و همچنان نرخ ارزها در بازار امروز کابل بدانید. ممنون که تا حالا بیننده این ساعت خبری از یک بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.